چی همه؟ کشتیات قرق شدن؟ تو این فکرم که روزگار با چی مانه پر انقدر سنگ روی هم شتابه که؟ صاحب بار تو حجرش نم داده صاحب لنجم تو قرق خونه دلیونه شمه کشه اون وقت من تو که نه سر پیازیم نه تای پیاز واسه چنده قاز عرق از هفت جمون را میفته تا بار کشتی خالی کنیم و برسونیم اسکله ما سختیم و تا روزیه که پول و فلایی پسوف کنیم و رایی تهران بشیم اونجا دیگه نوکر خودمونیم و ارباب خودمون اگه از شانس ماست که تهران هم آسمونش همینه ایالاتی شدی تهران پول ریخته این هون ریگ نعمت گرا یادت نیست تا اینجا بود چی پیش تو جیبش سقاب بازی میکرد اما حالا ببین تو تهران چه برو برایی پیدا کرده میدونی همین دو مطلبه که جلو دارم و نمیذاره خودم پس کنم تو دریا رو خفت کنم اول این امیدی که تو چشتای تو میبینم دوم هم میراثیه چکارش داشتی؟ واجبه بگو کجاست؟ یه کاری داشت با کاسقا رفت مغزه چرا دم به سر اسمش گرده زبون تا آسیه؟ کسی که واسه تو سیه چاک میده منم نه امی هره وقتی این حرفا نیست احمد آقا گولی اومده خونه پاشو توی کفش کرده طلبش از بابام میکن گولی مثل این که باورت نشده خیلی خب حالا بهت ثابت میکنم بیا برین بابا جون بلش کن بابا کجا میبری؟ زندون ببخشیش تو رو به جوونیت بهش مهلت بده منم بی بزرگتر نه اگه خیلی حرمتشو داری جوارشو بکر خفشو تنه لده خط میکنم بلش کن چیه؟ نشتفتم آقا پسر چی گفتی؟ گفتم بلش کن اگه غیرتشو داری دست کن تو جیبتو قرضشو بده بهت میدم تا چند روز دیگه پس فعلا واسه کنار تا باد بیاد پاشو بریم تو بچه نامر نامر دون پدرته دونن حالیت میکنم اگه چه باشه خیلی وقت بود که میخواستم به تو اون رفیق اندنگت بگم دنبال آسیه مسموس نکنی این خودت پیغام منو به رفیقت برسون امروز هم بهت مهلت میدم که با دخترت مشورت کنی فردا میام که یا خودتو ببرم یا اونو خداحافظ خوشگله دیگه بر نکردی وقتی عصبانی میشی خوشگل تری میبینمه چه مشورتی قراره با من بکنی بابا تو رو به ارواح خاک مادرم گریه نکن بابا بگو مگه چی شده؟ حرفش اینه که یا برم زندون یا تو رو به حرومی بهش بدم برسه نباشی بندری سلامت بشی قولی کجاست؟ جلوی نخلستون تو کارگاه قولی
دست از سر اون بابا دختر بردار. چطور دستی به سر و گوشون بکشی ها؟ این کارا کار تو که به این سن و سال رسیدی و هنوز بابا تو نشناختی. مستبد شد بابا بوده اومده که همچنان من نامرد بشه. آروم باشه اما آخه من که مثل تو درم در جانه ایست من میکشم. جلوی خودتو بگیر. بخوش که شام چکای شیخ رزاقو پس بده بیا از من سند بگیر. که چی بشه؟ جلوی چهار تا بزرگتر قرار میذاریم ما به ما بیا یه چیزی بگیر تا تموم بشه. عجب قبول نکنم چی؟ پس باید یه چند روزی مولد بدی تو وسط پول نقد فراهم کنم. ببین یه کار دیگه هم میشه کرد. بری آسیه رو بفرستی اینجا تا چکا رو بهش بده. باشه تا زفر شد چطوری؟ در چه حالی؟ از حالا به من حرف دهنه تو بفهم. احمد احمد نارکس بی پدر منو میزنی؟ الان حالیت میکنم. اون سهم رفیقم بود اینم سهم خودم. یارم ما احمد احمد چیه بابا؟ تو کجایی پسر؟ همین جان بابا. چی شد؟ کجایی او قیبت زد؟ همین کش بودم. میگم چطور شیخ بفرستیم یه جایی که قولی پیداش نکنه؟ نه فایده نداره. باید پول مهیا کنیم که وقتی اومد جلو جیرینجی بذاریم رو میز کلوم تره. فصل در جای گرم بلند میشه با ما. یه کم پولیه 3000 تومنه. درسته ولی چاره نیست، طرف پولشو میخواد. میگم چطور من گلاب بگیرم بری از خونه مردم بالا دوز گرمون عمت بری با این راه. راستی خوب شد که گفتی. من یه عمه دارم که دستش به دهنش میرسه. خب اما چند تا عیب داره. دو اینجا نیست و ترومه. سه امن داره خوشی نداره. پنج اصلا نفس نمیده که نمیده که نمیده. بعد دیگه حرفشم نزن. راستی یه چیزی. چی؟ کاس آقا مثل این که وضع روبرایی داره. آره تاکسیشم که فروخته. پس میریم سراغش هر جا باشه. تو یه ساعت دیگه ایش دو بره خیرشه ببینی انشالله. قربانت. یعنی اومد یالا پشو برو خواهیم شد زود باید. آخه خدا جان چقدر گرم این هوا. سلام امیر خان. سلام کسقا. خیلی ممنونم که بالاخره این معامله ما رو جوش داد. قارود کسقا جون اونجا نشین. اینجا احمد نشست. احمد؟ احمد ننجیگرکی؟ آره احمد ننجیگرکی. بس کون من چرا نمیبینی؟ سب کن سب کن بیا بیا اینجا بشین که وسط بکن. بیا بشین بفرمو کسقا. نه 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 قربانت من کسی مرنه کن نمی قربانت. پس سلامتی. سلامت خودی خوش آمد. برر مگه مرز داری تو اقلمی زده؟ جونه تو کاس آقا کار احمده پاشو زد زیر دستم. پس هم اگه دیوونه شدی؟ بابا هی میگه احمد 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 بس این بیپدر مادر من چرا نمیبینم؟ تو پک مارو دیوانه ای سب کردی؟ احمد بیپدر دن نازم خدا یه دیوانه شده. امیر جان تو چیتی چرا هی دور خودت میچرخی هی غیر میریزی؟ آخه تو هم تو که نمیدونی موضوع از چه قراره. نمیدونم بگو بگیم چی. حالا ما داشتیم از چنانه دریا رد میشدیم. یه رفع احمد یه سنگ پیده کرد قد یه دونه بنده انگوش سنگره گذاشت دهنش رو قیچ. نامرد من این ازم من با تو شوخی نده میحالی در علم غیب دیگه. آره جونه تو بسیاد نکن احمد دیگه بس زشته بابا دیگه. احمد بابا چرا همچی میکنی؟ این کافتامو در میاری یا بیرین اون ظاهر شو. بابا تو رو احمد سب کن من علی این ظاهر میکنم. آقای احمد آقا مرگ من جان آسیه خانم بیا بیرون ظاهر شو. من گفن کردم قربان. این ریشه
سفیده مرد علی جم قطقا جلل خالق بغل دست بندو جناب علی ساقا پیدا نیست به نظر من چراغ جادو پیدا کرده چراغ جادو چه مرد حسابی میگم سنگ پیدا کرده من سنگ گرم به های سمیر جم آره بابا ست مشتری داره جون تو ببینم اگر فروشنده باشین بنده هم خریدارم چقدر پول داری؟ از تمام پول تاکسی که فروختم برای بنده 4000 تومنش بوده 4000 بله صبر کن ببینم شاید بتونم ما برو جن تموم کنم بیجا هم برو عزیز دلم گفتی قرض شیخ رضا چند؟ درست 3000 3000 تومن سنگ رو جنم بیا کاسقا امیر من به این قیمت ها نمیدم آبیا کاسقا باید یه گردنش گوشتم ما یک کاری حساب کنه 1000 تومن هم واسه تخفیف گرفتم اونم پول حق العمل جناب علی است بفرما من دوست برابر این پول از بغل این سنگ در میارم قربان تو برم کاسقا کاسقا کجا رفتی؟ کاسقا من قیبیم کاسقا کجا رفتی؟ خورد یا غیب شدی؟ بی معرفت تو خورد غیب شدی؟ کجا این تو بسه؟ بریم قرض شیخ رضا هم جوش کنیم خدا رو شو پدر جنه در میارم اول غیب بشم بعد پدرشنه در بیارم خواب من آمدم غرز من با کور غرز من پس بگیرم هیچ غلطیم نمیتوانیم بکنین غیبیم هستم حرفم بخواییم بزنیم با مرگ خودتان میزنم توی گوشتان گاب صندوق عزیز من ملک غفل اما پایینی باز از حالا اینا چارشخ میمانن که چطور در گاب صندوق باز میشه پول میره توی کیسه اما از آدم خبری نیست خب بس برای این روزش بسه تا اینجا شمین داره دیغ میکنن با اجازه خدا حافظ صاحب کن بینا بدش من بدش بینا من غیبی هستم به خدا تو نباید منو ببینی حالا یه غیبی بهت نشون میدم که خودت حس کنی از غیب شدنه نمر بگیر بی هوا نزه آف این دنیا دیگه چی شده؟ من مرده این نامه این مباشرش سهرت سلامت با غصه نخور همه ما رفتنی هست غصه من که واسه این مردنش نیست پس واسه چیه؟ میترسم تا برسم تهران ارث میراثش رو حیط میل بکنم مگه به تو هم چیزی میرسه؟ آره اون بچه نداشت تنها وارثش منم پر رو این حساب کلی پول دار آره اما اگه به موقع برسیم آخه وضعش خیلی رو برا بود این که کاری نداره فردا صبح را بیا و پس فردا اون چی ببینم مگه تو نمیخوای بیا چرا دلم میخواد اما آسیه رو نمیشه با قولی تنها گذاشت حرفا میزنی امیرا من شهر هرته قربونتم وقتی تو کلانتری پول رو بکنه و چکای باباشو پس بگیره دیگه باری چه غلطی از دستش ساخته بازم اگه یکی بالا سرشون باشه بهتره نکنه خواهد دوست داری با آسیه تنها باشی و داری بهانه میاری تو هنو منو نشناختی احمد من با رفیقم رو راستم از وقتی تو خواستی پامو کشیدم کنار بیا آی قربون داسی نامه چی بود احمد چیزی نبود من مرده خدا بیا مرزدش چی شد امیر؟ بالاخره میای یا نه؟ کجا؟ تهران آخه به من کلی ارث رسیده باز داریم تحویل بگیم مگه نمیشه شما تنها بدی؟ نه نه آسیه منم باید همراهش باشم من میرم بلیت بگیرم واسه فردا صبح صندلی جلو باشه با امیر چیه؟ میخوام نزدیک غروب لب آب ببینمت واسه چی؟ باهات حرف دارم خب همین چه بگو آخه اینجا نمیشه خواهش میکنم بگو خب بگو تو اینجا بری تیرون درسته؟ آره فردا صبح از چه وقتی همگه رو نمیبینی؟ زود بر میگردم یادت اون وقتا؟ کدوم وقتا؟ یه سال پیش چقدر اینجا با هم را میرفتیم چه حرفایی میزدیم یادم میگفتی از این مادرم که تموم شد با هم عروسی میکنم ای بابا این مال یه سال پیش بود
من احمد دوست ندارم امیر. صد دفعه بهت گفتم منظر اون نمیشم. ولی احمد پسر خوبیه. چون رفیق توه؟ اون تو رو دوست داره. من چی؟ من نمیتونم با تو عروسی کنم آسیه. من با احمد رفیقم. چرا من باید تو به رفاقت شما رو بخورم؟ تو چطور دلت رضا میده من پا تو خونه این مردی بذارم که ازش خوشم نمیاد؟ ببین امیر، ما با هم نامزد بودیم، درسته کسی نمیدونست، ولی ما با هم قرارشو گذاشته بودیم. یادت رفته چه قولایی به من دادی؟ منم اگه با تو نباشم میمیرم. خب دیگه آسیه ما رفتیم. یادت نره امیر، حتما برام نامه بگیر. خیالت راحت باشه عزیزم، به محض اینکه رسیدم تهران واسط نامه میدم. راستی ببینم بابات کوش؟ حالش خوب نیست، خوابیده، مثل اینکه مریض شده. آهای 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 یعنی فرهری کجا؟ دعا بمون زده. آخه نامرده ای روزگار، بگم خدا چیکارتن بکند که چیکار با من کردی؟ آباتن نبود، آشتن نبود، کلا سر بنده گذاشته ندن جی بود تا چی کلا سر تو گوشت کاسه؟ آخه چرا چرت میگی؟ 4000 تومان پول بنده را گرفتین، چمدان بسین که بری سراغ مامدن. تمام شد؟ چی فرار کرده؟ این بنده خدا عمش مرده، حالا داریم میریم تهران جنازش برداریم. خدا رو شکر الهی، همه کسی میمیره. آخه اما مرده این چی شیره بود سر من مالیدی؟ کدام شیره؟ کدام شیره ها؟ آره. مگر تو نامرد با من نگفتی که این سنگ رو بردار بذار زیر زبانت غیب میشی؟ چرا؟ پا چرا من نشدم آخه؟ من چه میدونم؟ از کجا فهمیدی غیب نشدی؟ از اونجایی که آنچنان کتکی با بنده زدن از دیروز تا به حال توی میسکر آباد بستری هستم امیر جان. خدا بجام باز که به کاس آقا کلک زدی. بابا چه کلک؟ آخه بگی از رو میدد نامرد. برو بریم اونجا. برو من حساب اینه برسم امیر جان. راستش میدونی چیه؟ خواسته باز شوخی بکنه کاس آقا. سنگ اصلی رو عوض کرده، یه سنگ بدلی بهت داده. آخه نه تو بگو، آخه شوخی با منم شوخی ها، با من شوخی. صبر کن، من الان درستش میکنم. تو صبر کن. برو ببینم چیکار میکنه. باشو بیا اینجا ببینم. چی شده؟ مواظب باش خیت نکنی. یالا سنگ اصلی رو ببر بده به کاس آقا، با صورتش هم ماچ کن. آخه خدا لاز. آخه بیا آخه یالا برو سنگو رد کن. روشم ماچ کن. باشه. از یه چیه امی؟ من از کجا بدنم این اصلیش؟ خب بعد درد امتحانش کن. آها بدم نگفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آب هستم یا نیستم؟ کاس آقا بیما کاس آقا کجا ره؟ کاس آقا راست میگی؟ کاس آقا کجایی؟ کجایی؟ عذیت بگونه بخونه گوری نگوری ما رفتیم. خداحافظ. خدا به همراهت. به سلامت. خداحافظ آسیه. خدا خدا بگردم. گرمابه گلشن زندانی بریم ببینیم چه خبر. بابا اینجام کی بفور نعمته، پس من غیب میشم. کاوکی کودی کلماوکی برم دادی از ازادر بیانم. یا چوارت از مسافرات نایمده این شب میاد، پس واسه همینه که اینقدر خوشم. چرا نباشم؟ پس اگر سی تماشا کن شهر فرنگ سیان هیکل بارم. وقت این یکی بیترم بس. خدا جان از کجا شروع بکنم؟ من از رنگ خوشم میاد. ایل بارم زن چه خواهی که این آدمون بسه با بیشم آدمون بسه با بیشم عزیز جان. میدونی چیه؟ من اصلا نباید شما منو ببینین، من غیبی ام. حالا یه غیبی نشونت بدم خودت هست.
سنگ خور دادم به خدا. مرد حسابی تو هموم زنونه با چی رفتی؟ پشیمانم جناب سروان، از سگ گور و از حیوانات وحشیم پشیمان جناب. پشیمونی جناب سروان، باید دارش بزنین تا عبرت دیگرون بشه. برا یه حمام زنانمونه در بزنن. تو رو باید تیر برونت کرد. بطر شدی. ساکت خانم، اسم چیه؟ کساقا قربان تو برم. اسم پدر؟ قربان با پدر بنده کاری نداشته باشین، من اصل قضیه رو برای شما تعریف میکنم. عرضم به حضور سرکار، درسته که بنده متهمم و این خانم شکایتی، ولی در اینجا بنده خودم یک پاس شاکی هستم قربان. از کی؟ از دوتا کلاه بردار شیاد بدبخت. دوتا کلاه بردار چه ربطی به رفتن تو همون زنونه داره؟ عرض میکنم که اینها چه ربطی به همدیگه دارن جناب سروان قربان تو برم. این دوتا کلاه بردار آمدن با من گفتن که یک دن سنگ ما دارین با مبلغ 4000 تومان. یک سنگ؟ بله قربان تو برم. آها، گفتن هر کسی این سنگ را در دهان خودش بگذارد فوری غیب میشد. من ساده لو هم از خدا خواسته برداشتم 4000 تومان پول من دادم بینا. بعد بینا گفتم بی من باید یه امتحانکی بکنم، به خاطر همین جریان رفتم توی حمام زنانه. آقا همین که وارد حمام شدم چشمتان روزه بد نبینه جناب سروان، کفش لنگه شیشته یشی حالا نزم کی بزن. من بعد بخ اونجا فهمیدم که اینا چه کلایی سر من گذاشتم بخوندم. سنگ تو اینجا سنگ ایزه تو سرم سنگ غورت دادم. اسمشون چیه؟ والا متهم ردیف اول احمد است، احمدی به نام احمد ننه بابا جیگرکی. متهم ردیف دوم امیر است، امیر معروف به پلنگ. سب کن ببینم. عجل امیر پلنگ؟ بله قربان تو برم. آدرسشون رو میدونی؟ آها جان، آها، صبح اول وقت با ماشین ساعت 8 رفتن طرف تهران، الان هم تو راه. کسا این چای چی شد؟ به نظرم رفته از لایجان بیاره. چای؟ بزن بابا، دوتا چایی بردن که اقام عقلی نداره. از خیره ما نیست آقا، ماشالله جمعیتی هست. های امین، اون کاس آقا نیست؟ باید تو همین اتوبوس باشی سرکار، بگیریمش. نه کس مثل این که رفته شکایت کرده. خب الان باید شکایت کنی. هیچی، تو پاشو خودتو قایم کن، من میرم جلو. اگه باردنه چیه؟ تو برو تهرون، من خودم رو بعدم میرسونم. آخه امین، آخه نداره، همین که گفتم، یالا پاشو برو. اینجا که نبودم. حتما توی قهوه خانه است، گیرش میارم. اینا داره میاد، داره میاد. پرار کردم بخیر. چی شده کاساقا، لشکر کشی کردی؟ دستا بالا و الا بی حرکت. واسه چی؟ هیچی، که سر بنده کلا میذاری حب جیم میخوری ها؟ سرکار جان، ای امیر پلنگ همینه، دست بنده بزن صفتم بزن قربانت. ای بی چشم رو رسم. لا اله الا الله، 4000 تومان که اینقدر بیگیرو به من نداره جناب سروان، واسه چی به من دست بند زنیم؟ مگه من دزدی کردم؟ شما به اتهام جنایت بازده. جنایت؟ بله جنایت. عوضی گرفتین جناب سروان، کی گفته من جنایت کردم؟ تو گفتی؟ من به گول پدرم خندیدم، بندگی حرفی نزدم. جناب سروان، من که این حرف زدم؟ این آقای امیر پلنگ 4000 تومان با من بدهکار است، ولی بیچاره بندی خود جنایت کار کجا بود آخه؟ قربان تو برم. از شما متشکرم که با پلیس همکاری کردین، لطفا دخالت نکنین و بفرمایید بیرون. همکاری چی؟ ما کجا همکاری کردم به خدا؟ چرا آقا جم گرفتاری شدم من؟ لا اله الا الله، جناب سروان، آخه من کی جنایت کردم که خودم خبر ندارم؟ اصلا کیو کشتم؟ شما قلی رو میشناختین؟ آره. اون ناکس گفته من آدم کشتم؟ شما با قلی نزاع کردین درسته؟ غلطای گنده تر از دهنش کرده بود، ما هم ادبش کردیم. چطور مگه؟ قلی در اثر ضرباتی که در حین نزاع بهش وارد شده به علت شکستگی جمجمه مرده. گویا در موقع نزاع شما دو نفر بودید. دو نفر بودید؟ نه نه، من خودم تنها بودم. اگه بوده به نفعته که معرفیش کنید. نه، گفتم که تنها بودم. بسیار خوب، ببرینش. بله قربان. پاشو برین، پاشو بینم. چی شد امیر جان؟ واسه چندر قاضبین چه کلکی دست ما دادی؟ به افتخار رفتیم اونجا که عرب نیندار. آخه من چی میدانستم تو جنایت کاری؟ اقلی یه چشمک تو میخواستی به من بزنی؟ از ما چه گذشت کاساقا، ولی بدون که تو رفاقت خیلی نامرد. به خدا من نمیدانستم، به پیر نمیدانستم، به پیغمبر نمیدانستم، به خدا. وگرنه من این 4000 تومان فدای موی تو میکردم امیر جان. پاینده باشی. خدا جان، بی خودی امیر از دست داد.
بر نمیام. عجب غلطی کردم من. ای خاک بر سر من. قربونت برم الهی، کجا بودی؟ اومدم پیش تو. خوش اومدی، بیا تو. به به، هزار مشکله واسه خودت خانومی شدی سکینه. دیگه به من نگو سکینه. پس چی بگم؟ بیا بشین. من اسممو عوض کردم، گذاشتم مستانه. مستانه؟ آره، چطور شده بابات اجازه داده تنهایی رو؟ بابا مرد، خدا بیامرزه. خوب کاری کردی اومدی پیش من، دیگه از تنهایی خسته شده بودم. میتونی واسم یه کار پیدا کنی؟ مطمئن باش اگه کاری از دستم ساخته باشه کوتاهی نمی کنم. خودت کجا کار میکنی؟ مستانه به من نگفته بود دختر خاله‌ای به این قشنگی داری؟ مرسی. خب تو گفتی دنبال کار میگردی ها؟ آره. دوست داری همینجا یه کاری بهت بدم؟ اینجا؟ آره. مگه چهی بیداری؟ نه سبکم، من نمیتونم اینجا کار کنم. امیر هیچ خوشش نمیاد. امیر دیگه چی؟ نام زدم. بکه هی، هنوز خوابیدی؟ پاشا، پاشا بابا لنگ زوره. مگه ساعت چنده؟ ده. چکن الان حاضر میشم. نمیخواد عجله کنیم، تلفن زدم ساعت 12 منتظرمون باشه. خوب کردی، اما من فکر نمی کنم اون به این سادگی از سرم دست فردار باشه. آخه کلی ازم چکو صفته داری. اونش با من، خیالت راحت باشه. ولی اگه سکو میبینم این صدایی چیه؟ آسی از چه صدایی قشنگی داره. آخه داره تو حموم میخونه. نه، ربطی به هموم نداره، صداش قشنگه. بی خود داشته میکشی، اون تو کافه بیا نیست، من میشناسمش. نرمش کن، خیلی به درد میخوره. عشق خود
چشم ما در آمد پس چرا این نمیاد؟ چی شده جیرم؟ ساعت ما چند؟ این بیسابم خوابیده که خدا توفیقت بده قربون شما الهی با امید تو نه به امید خلق آب زیر کار امیر خان! امیر خان جان سلام چشم ما روشن بخوده تو که نامواد از تهران میرسی آخه بنده در خود تهران کار میکنم مانند نرشید خب به سلامتی چی کار میکنی؟ راننده سیرویس یک کارخانی عظیم الجثه هستم بله پس چرا حالا اینجا ای؟ جهت استقبال از جناب عالی تقاضای مرخصی کرده موافقت نشد بنده هم کلک مرغابی را زدم گفتم اتوبوس سرویس یتقان سوزنده در دست تعمیر است سوارش شدم توف به دست و دست بدنده جاده را دادم دمش آمدم خدمت جناب علی رو ببینم پس حالا که برمیگرده چی به شما میگی؟ آها صورت حسابی میبرم بابت تعمیر یتقان یه پولی هم میگیرم دیگه قربان تو برم الانم ماشین رو گذاشتم توی سرویس برای برگشتن به تهران باز گلی به گوشه جمال تو که تو این گرفتاری خودت به ما رسوندی آب مشتاق مسئله معروف هم زیارت شبدالعظیم هم دیدن یار آمده پول منم وصول بکنم بخوده ببینم قصقا از احمد و آسیه خبری نشو والا بنده هرچی در بندر بخصوص در تهران دنبال احمد ننه جیگرکی و آسیه خانم گشتم پیدا نشد دینش. امیر خان جناب علی یک صورت حساب بلند بالایی هم در نظمان داره بیزا حالا یه لقمه غذا گلو اون پایین بره بعد اتفاقا هیچ فرصتی بهتر از حالا برای رسیدگی به حسابا نیست روز اول بند از جناب علی 4000 تومان طلبکار بودم به خاطر اون سنگی که میذارن توی دهن غیب میشه برمنکرش لعنه آها برای وصول این 4000 تومان بنده 24 دفعه آمدم ملاقات جناب علی در زندان هر دفعه هم آمدم 20 تومن سیگار و میوه خریدم که میکنه به عبارت 560 تومن که با جمع بقیه میکنه 4560 تومن آی بی چشم رو برای اینی جناب علی وکیل درجه یک گرفتم که ثابت بکنه قتل عمدی نبوده به مبلغ 10000 تومن طبق فاکتور زمینه این میکنه 14560 تومن درسته؟ مصبت و شک اینجور که معلومه ما باید تا آخر عمر زیر دین تو باشیم همون کارخانه عظیم و جوسه محل کار بندو جناب علی بفرما پیاده شو قربان تو برم بیا امیر جان بفر پایین ببینم خدایا به امید خودت بفرما از این طرفم راه بریم قربان تو برم بفرما ساکن ببینم چی شده جان کجا رو نگاه میکنی کاسقا ها این یارو احمده با احمد کدام؟ احمد خودمون دیگه احمد ننه جیگره که آی فرست بده نکن گندش در نیه قربان چرا؟ این احمد نیست احمد پس کیه؟ این تن بمیره احمد نیست این آقای چیز آقای کبیر بخودا کبیر کیه این احمده بابا نیست قربان تو برم این تن بمیره نیست احمد کجا آقای کبیر کجا این صاحب کارخانه چندین و چند کارخانه داره به جن تو که این کارخانه ما بیشون لانه مرغ بخودا شهرسازی داره راهسازی داره پولسازی داره این کجا احمد ننه جیگره که این کجا دو مرکه داره باد میزند از این طرف فرر دنبال من بیا دوباره جلو بریم جانم با من بیا تو سلام عرض کردم قربان آی مدیر هیچ معلومه تو کجا هستی؟ این چند روز کجا بودی؟ در خدمت آقا بود میکنی؟ ببخشید قربان اشتباه شد در خدمت آقای میکانیک الان عرض میکنم قربان تو برم الان عرض میکنم که به خدا چشم شما روز بد را نبینی ماشین سرویس آنچنان یتغانی سوزنده بود به جان شما که مسلمان نشنود و کافر نبینه ملاحظه فرمد قربان صورت حساب بنده عظمت یتغان سوزی رو نشان میده اصل طلب 4000 تومان مخارج میوه و سیگار بابت 28 دفعه ملاقات بله قربان 28 بلکم 30 دفعه ملاقات چی؟ شت عوضی دادی ببخشید قربان عوضی شد اشتباهی دادم اینه قربان این درست صورت حساب اینه
چرا اینقدر بدخطه؟ ولی این پسر نوشتید، آقا چرا اینقدر تو بدخط مینویسی پسر جان؟ مکانیک تایی؟ نه قربان، من رفیق کاساقام، با هم رفتیم ماشینه بگیریم، مکانیک سواد نداشت، صورت حسابو من نوشتم. بسیار خوب، برو از صندوق بگیر. با چش قربان، قربان ایشان همون رفیق بنده است که خدمت جنابالی عرض کرده بودم بیکار، شما فرمودید که بگو بیاد اینجا یه کاری دستش بدم، حالا آوردم که ترتیب بدید. خوب وقتی بله. یه چند تا کارگر احتیاج داریم. کارگر چه قربان تو برم، آبرو حیثیت ما رو نبر، آخر ریاستی معاونتی هیکل نگاه بکن، ایشان نور چشمی بندن دیه قربان. تو کی هستی؟ خود آقای کریم فارسی منه. عالی جناب. البته خیر قربان، جناب علی کارت نبکنی، یه هر جلکی از دهنش پریده بو خود شوخی میکند به جان جناب علی. این نامه رو بگید ببرش به کارگزینی معرفیش کن، اما یادت باشه که دیگه از این شوخی ها نکنی. چش قربان، اطاعت میکنم، بنده زمان ایشان هستم، خدا توفیقتان بده، با اجازه شما، تصدق شما، خدا بچهت نگه داره. بریم بابا، بریم جان. بیا همینجاست. صبر کن، من میخوام این آقای کبیر رو ببینم. برای چی؟ تا باهاش حرف نزنم خیالم راحت نمیشه. بسیار خوب، بنده جناب علی را میبرم یک جایی که بتوانی او را ببینی، ولی خود من جلو نمیام. قبول است؟ قبوله. بریم. آقای کارگزینی سلام عرض کردم قربان، تصدق شما. اون ویلای باشکوه را میبینی که دست کمی از پلاژهای بهشتی ندارد؟ آره. اینجا خانه آی کبیر جیگرکیه. ای یه وقت نگی کساقم من اینجا نشان داده ها؟ خیال راحت باشه. خیلی خوب، ببینم چی میکنی، فقط آبروی ما رو نبر. نه ای امیر خان، کلک ملک نزنی ها، من ده پول ندارم بیام زندان میوه بخرم ملاقات تو ها. گفتم نده. باشه. خاک بر سر بنده است، این همه پول بدم عاقبتم رانندگی آقارم بکن. و علیکم. فرمایه منزل های کبیر اینجاست؟ آره، چی کار دادی؟ خصوصیه. آره خدا روزی تو جای دیگه حواله کنم. صبر کن ببینم. میدنم رش نمیدن آخه. از صبح تا شب سه تا همسال تو بی سرپا میان اینجا، میگن ما کار خصوصی داریم، بعد حقش در میاد که اومده صدقه بگیره. صدقه بگیره بی سرپا اون پدرتی که تو رو ادب نکرده مرد که دفت کنم اینا. اوهش با همین یه موش رفت توی شیشا. درو واکن، درو واکن. با نمی کنم، برات گرم تموم میشه، درو واکن. خیال کردی تو همون کسی هستی که به تذکر دربون اهمیت نمیدی؟ میخوام آقای کبیر رو ببینم. اسمت چیه؟ امیر خان، خودش منو میشناسه. بگو امیر پلنگ آمده. فردا پس فردا بهم یه زنگ بزن بهت بگم چه کنی. بگی آفته بلگن هفت از شامونه ها پس فردا بکش کنار هیکل بی بخارو مرد بخواب تا برگردم. اما سلام آمدی، آمدی فیل. چقدر خوشگیم شدی پسر. اکه نگاه کن دم دستگاه رو بپا. بحبه چقدر راحته، ریشاشو ببین. تو کارخونه دیدم ات، گفتم خودشو با، گفتن نه. عجب ناکسایی هم ملت. کلاس آمدی، خدا رو سر هزار کرور شکر، بالاخره یکی اما دو نفر به اونجایی که آرزوشو داشتیم رسیدیم. تو رسیدی انگاری که من رسیدم احمد جون. چرخ بزا خوب نگاهت کن، هزار مشکل، چقدر پولدار شدن بهت میاد بزن. رفیق خوبم. کنار بایسا. چی؟ با منی؟ تو کی هستی؟ چطور منو نمیشناسی؟ یعنی پنج سال زندون قیافه منو اینقدر عوض کرده؟ شوخی میکنی؟ منم امیر پلنگ. این اسم به گوشم آشنا نیست. چی میگی احمدی؟ شوخیت گرفته یا داری ما رو سیاه میکنی؟ اولین باریه که تو رو میبینم. خب خیلی طبیعیه که نمیشناسمت. یادت رفته چه زندگیایی با هم داشتین؟ یادت رفته کاساقا رو غیب کردین؟ یادت رفته چقدر دور تا دور بندر گشتی که رفیقاتو محک بزنی؟ کی محکش درست بود و رو سفید بیرون در اومد؟ به چی گفتی مثل ماهی که به آب زنده است؟ زندم به رفاقتت. مگه من نبودم احمدی؟ آخ
چی داری میگی جوان؟ مرد، من واسه خاطر تو 5 سال آزگار تو زندون خوابیدم، حالا منو نمیشناسی؟ چه مزخرفاتی، زندون؟ مردم چقدر وقیح شدن. با چه چرندیاتی میخواد خودشو به من بچسبونه؟ یه چیزی رو نمیدونی جوان؟ آدم بی سرپایی مثل تو نمیتونه رفیق من باشه. رفقای من همه مثل خودم هستن، از طبقه خودم. آره، حالا فهمیدم آقای جیگرکی. پس حرف حرف پوله. پوله که طبقه منو از طبقه تو سوا کرده. پوله که باعث شده تو به کلی این رون رو بشی و از قالب احمد ننه جیگرکی تو پوست آقای کبیر جا بگیری. ولی اینو بدون که اگه سرت به عرش برسه و دنیا زیر پات باشه، واسه من یکی فرقی نمیکنه. من تو رو همون احمد ننه جیگرکی میدونم. از اینجا برو بیرون و سعی کن دیگه هیچ وقت گذرم به این طرفا نیفته. مطمئن باش، من اینجا دنبال احمد اومده بودم، نه آقای کبیر. حالا فهمیدم که هرچی میگفتی درست بود. عوضی گرفتم، تو اونی که من دنبالش میگردم نیست. جیون عمت خیلی کبیر. باشه، تو با هم دیگه برسیم. من فکر میکنم از قاسیه خبر داشته باشه. ممکنه قربان، فرصت از دست ندیم. چی شده؟ چرا مثل سفره بینن همچون مچاله و جمجور شدی؟ چه خبره؟ دلم گرفته کاساقا، یه چیزی میخوام که کمکم کنه دنیا رو فراموش کنه. اگر پول داشته باشی کاری میکنم که دنیا رو فراموش کنه. پول که ندارم، اما یکی رو دارم که به دنیایی میارزه. کیه جان؟ تو رو دارم کاساقا. خود بندم بلد نیستم به این خوبی خودم خر بکنم. این حرفا چیه کاسی جون؟ هر چی خرج کردی بنویس تو صورت حساب. Thank you.
گاهی بد گاهی بیشتر نمیشت گاهی خوب گاهی بد گاهی بیشتر نمیشت در نوشت ماما چه بازی میکنه واسه ما چه تحن تازی میکنه گاهی تفکیر و بیرحمه به ما گاهی وقتا دل نبازی میکنه هرچی خواهش دل نمیشه هرچی خدا پسند همینجا بیشین تا من بیام نه رو همینجا نمیخوام کسی خودو بیدیا بودم بابا من عوضی بودمون نیست نه خیر رفت بولت میشیش ما بچه چی شده؟ ای چی؟ من حالم خوب نیست تو برو دستی آخه من که حاضر ایبی نداری بابا حالا مردم گیج میده خودش خوب میشه برو تو رو خدا برو پس بگو یه قرص چیزی برای تو باشه برو آسیه امیر اینجا واسه چی؟ این چه وقتیه؟ راجب این چیزا حرفی نزن برای پیدا کردن تو مجبور بودم میخواستم مشهور بشم میخواستم اسمم به گوشت برسه ولی هیچ میدونی این چه؟ امیر من موفق شدم تو رو پیدا کردم آسیه امیر جونم عجب جگرهای باحالیه اه بر دلو با بول بیدنه تو رو غیل غیل میخور بیزار اینجا جنم بیزار اینجا قربان چقدر شده دی؟ دوازه اتوان پنزه دوازه و پنزه بله گران حساب نگردی نه جونه شما خوشتو میکنم باقیشون بده آیا قربان شما قربانتون نمک زدی؟ بله باریکلا پسر باریکلا تو باریکلا تو بفرما قربان این هم جگر دل و قلبه مخصوص جناب عالی این هم دنبلن مخصوص دیگه آسی دست درد نکنه کاسا دو نوش جن ولی یادت باشه دنبلن رو بنده از حساب جناب عالی جدا کردم بعد کاری کردی کاسا قاب بینیز به حساب من مهمون خودم با باشش پور از خدا چی میخواد دو چشم بابا غوری او سکو کاسا قاب خوش داری دنبلن تو برداری بری بیرون تو هوای آزاد بخوری در هوای با اون سردی بنده دنبلن بخورم میدونی که ما بعد از چند سال تازه به هم رسیدیم تو چهار تا کلم اختلاط کنیم شاید آسیه جلوی تو خجالت بکشه بسیار خوب باشد ولی یادت باشه امیر اگر من سرما فرما بخورم ما پولی می‌نویسم زیر حساب بدهی جناب علی باشه قبول امیر می‌نویسم خوده باشه خوش اومدی کجا داری میری ابی جان دوم بلند در هوای آزاد بیشتر میچسبد خاصیتش زیاتره خوش گلدی چند دفعه کاساقا رو فرستادم دنبالت ولی نتونست گیرت بیاد من خاطرتو خیلی میخوام آسیه اگه اینو اون وقتا بهت نگفتم باز خاطر احمد بود نه؟ خودت میدونی که اون رفیق من بود مگه حالا نیست؟ خیلی میخوام آسیه امیر سلام سلام اگه گفتی امشب کی اومده بود کافی؟ اگه گفتی مستانی؟ هر سک پدری اومده بود تو حق نداشتی بی خبر بذاری بری چرا فوش میگی صادق خان؟ اگه دفعه دیگه پاشو بذاره تو کافه قلم پاشو خورد میکنم آخه چرا؟ مگه از اول قرار ما این نبود؟ مگه نگفتی بیا کافه تا اسمی بشی و امیر بیاد پیدات کنی؟ خب حالا اومده؟ اومده که تو رو از نون خوردن بندازه؟ نه اومدی با من عروسی کنی اومدیم و بعد از عروسی پاشو تو یک افسر که نمیخوام زنم تو کافه کار کنه اون وقت چی؟ این دیگه بستگی به میل خودش داره زرشت پس من این وسط چی کارم؟ من سگ مصبه بی همه چیز که بدون التزام یه عالمه واسط خرج کردن خرج دکوپوتت خرج سروزت خرج تبلیغاتت واسه آبروی کابرت کردی مفت چنگت که استفادهش آوردی مستانه تو که از اول پدر میونی کردی حالا یه چیزی بگو به من چه بی خودی هم لنگ منو وسط نکش خودت میدونی و ساب کاره اگه بخوای تو کار من خاطر خوابازی را بندازی روزگار تو سیاه میکنم من گوشم به حرف زور بده کار نیست پس بذار این چیز رو وسط روشن کنم از فردا اگه بخواد دور و بر تو بپله که مطمئن باش کاری میکنم که سر سالم به گور نبره باریکلا قصه نباشه سوزر برن خسر جن ها امیر خان پلنگ آیا امیر خان جناب آیا امیر خان پلنگ بله چیه سلام چرا اینقدر دیر کردن اونو آشمانم دارم میان سلام اینجا واسه چی؟ چجوری اومد اینجا؟ دیشب وقتی رسیدم خونه صادق خان منتظرم بود صادق خان چیه؟ صاحب کاباره کاردش میزدی خونش در نمیمد واسه چی؟
حرف آخرش این بود که از تو جدا بشن. چه غلط ها غلط میکنه شکر خورده میخوام ویلش کن. خلاصه حرف آخر من اینه که دوره بر این کافر خیت بکشی خمیلی. با هم هم عقیده ایم. اما اما چی؟ اگه نخون برم کافیه دیگه تو خونه این مستانم جام نیست. نباشد قربان تو برم یه کفشکن دارم متعلق با شما از قربان. امشب خودم میرم کافیه که به هر زبونی شده قراردادتو فسخ کنم. من اصلا قرارداد ندارم. از روز اول زیر بار قراردادو چک و سفته نرم. اگه گذاشتم آب خوش از گلوز پایین بره لشک به سرم میکنم و رو سن بابا کرم میرخسم. بله نسبت بفرمی گردم. تو احد از همین حالا کارتون این باشه که بگردین دنبال آتش. چش قربان. تا وقتی هم پیداش نکردین از زیر مواجب خبری نیست. آخه قربان همین که گفتم. باشه. سوارو تو ماشین تمام بیان. چش سلام آسید. سلام. من نمیشنسید. بفرمین احمدم. ناقابله. حتی فکر این که توی همچین خونه ای زندگی میکنی منو زج میداد. خیلی دنبالت گشتم شهر به شهر، کوچه به کوچه، دیار به دیار، به هر کسی که برمیخوردم سراغ تو رو میگرفتم، ولی هرگز نتونستم نشونه ای ازت به دست بیارم تا امروز که با آرزوم رسیدم و پیدا کردم. بفرمین. مرسی. متشکرم. حالا از من چی میخوایی؟ میخوام زندگی با شکوهی رو که برات فراهم کردم، منزل مجلل، اتومبیل، جواهرات، پول، ثروت، تمام چیزایی رو که به عشق تو به دست آوردم به پات بریزم. ممنونم احمد آقا، ولی من صفایی رو که خونه کوچیک پیدا میشه با عالمی عوض نمی کنم. کدوم صفه آسیه؟ من که اینجا غیر از فقر رو بدبختی چیزی نمیبینم. شاید علتش اینه که چشم واقع بین و قلب صاف نداری. تو اشتباه میکنی. به خوشبختی کاذبی که ممکنه تو این چهار دیواری رنگ رو رفته پیدا بشه قانع نباش. با من عروسی کن تا مزه خوشبختی واقعی رو بچشی. نه احمد آقا، من تصمیممو گرفتم. من با امیر عروسی میکنم. یعنی میخوای به من ترجیح میدی؟ امیر آسمون جلو که تو هفت آسمون یه ستاره نداره؟ امیر بی سر و پا رو که اگه من از کارخونه اخراجش کنم به نون شبش محتاجه؟ احمد آقا، مگه امیر میتونه با چند درخواست حقوق آینده تو رو تامین کنه؟ اگه لازم باشه به نون خالیش هم میسازم. خیال میکنه زندگی فقط خورد و خوراکه؟ نمیخوای سری تو سرا در بیاری؟ نمیخوای تا جوونی از زندگی لذت ببری و وقتی پیر شدی آسایش داشته باشی؟ نمیخوای فردا که بچت به دنیا آمد مثل باباش تو سری خورد باشه؟ بس کن احمد! بقیه تر از تو به عمرم ندیدم. تو داری تو پول قرص میزنی مرد. هزار جور دلخوشی تو زندگی داری، ولی امیر چی داره؟ چی نداره؟ اگه یه دلخوشی تو زندگیش باشه اونم منم. حالا دندون تیز کرده که منم از چنگش در بیاری؟ اینه مزد محبت هایی که به تو کرده؟ اینه تلافی پنج سالی که واسه خاطر تو زندون خوابید؟ اینجا برو بیرون. تو هنوز اونو درست نشناختی. باشه تا روزی که به گوشت برسه در مقابل چقدر تو رو به من فروخته. هنوز پیش من رنگ نداره احمد، بسطه تو جای دیگه پهن کن. باشه، همدیگه رو میبینی. خیلی زود. کی با من کار داره خوشکله؟ آقای کبیر تو دفتر منتظره. پس نونم افتاده تو روغن. اگه لیاقت خوردنشو داشته بودی. نداشتم تو رو معرفی میکنم. پس یادت نره. اوکی. منتظرم. آه سلام امی. خوشحالم که میبینم. پس بشین بیا تو بیا. سرپا بهتره. از رفتار اون روزم معذرت میخوام. اگه راستش بخوای قصد شوخی داشتم. اجازه بده صورت تو بوتم تحصیلت درام. وایسا کنار. بی خودی لغمه را دور سرت نشخون. حرف تو بزن. منظور چیه؟ با من رو راست باش. مردم مردونو بگو ببینم چی میخوای که اینه بو قلمون رنگ عوض کردی. هیچی، فقط سلامتیتو میخوام. باور کن. خودتی. چی خودم هم؟ همونی که خیال کردی منم. من خیالی نکردم. من تو رو خوب میشناسم. یه روده یه راست تو دلت پیدا نمیشه مرد. ممکن نیست سلامت بی تمه باشه. پس با من دو دوتا چهارتا باشه و بی شیر پیله بگو چی میخوای. خیلی خوب میگم.
اگه یادت باشه چند سال پیش راجع به آسیه یه قولی به هم دادی. چه قولی؟ گفتی از وقتی تو خاطرخواه آسیه شدی مثل یخی که تو هرم آفتاب آب بشه هرچی میونه من آسیه بوده تموم شده. نه یادم نمیاد همچی قولی داده باشم. تو چشای من نگاه کن، تو این قوله به من ندادی؟ تو کی هستی؟ آه حالا دیگه منو نمیشناسی؟ منم امیر احمد، احمد ننه جیگرکی. احمد ننه جیگرکی؟ نه این اسم به گوشم آشنا نیست، تا حالا نشنفتم. آه داری حرفای خودم به خودم پس میدی؟ میخوای تلافی کنی آه؟ نه به جا نمیارمت، فقط همین. بس کن امی، تو چرا انقدر عوض شدی؟ اون وقتا اگه از رفیقت اشتباهی سر میزد هیچ وقت به روخش نمی کشیدی. گفتم که عوضی گرفتی، آدم خوشدک و پوزی مثل تو نمیتونه رفیق من باشه. رفیقای من همه مثل خودم گشنه گدان. باشه هر جوری تو میخواد، ولی بدون بعد از این دیگه در کنار هم نیستی، تو روی هم وای میسی و مطمئن باش کسی که بازنده است توی نه من. مثل اینکه خیلی به خودت امیدواری احمد ننه جیگرکی. نمیخواستم با خشونت رفتار کنم ولی تو ناچارم کردی. گذشته از اینکه آسیه رو از چنگ در میارم بلایی به سرت میارم که پیش پام زانو بزنی یا التماسم بکنی. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. خوشحالم از اینکه میبینم اونی که به همه چی رسیده منم نه تو. چیزی که من دارم تو با همه ثروت و مکنتت نمیتونی به دست بیاریش. اگرم روزی به فکر بیفتی که به حریم خونه من دست درازی کنی مطمئن باش حلقومتو میذارم تو دم. ضمناً میخوام یه چیزی واسط بگم که حلقه آویزه گوشت کنی. به حسنت نناز که الحمدلله نداری چون به یه تب بنده. به پولت هم نناز، اونم به یه شب بنده. جمال هرچی نامرده. بالاخره جناب امیر خان به جور رفاقت با جناب علی بندر از کارخانه اخراج کردن. قصه نخور خدا کریمه. بله میگم چطور حالا اگه بیکاری شدیم بریم دانشگاه درس بخونیم مهندسی دکتری پول فصول یه چیزی بشیم. ها سر به سرم نظر حوصله ندارم خدا سبا گفت نه آش. سلام امیر خان. سلام. چی شده امیر؟ چرا پکری؟ هیچی آسیه، چیزی نیست. به من بگو امیر، مطمئنم که اتفاقی افتاده. باید به من بگی چی شده. ما رو از کارخونه بیرون کرد. واسه چی؟ واسه این که صاحبش احمده، احمد ننه جیگرکی. این که غمی نداره، یه کار دیگه پیدا میکنی. میدونم واسه کار ناراحت نیستم، دلم از این زمونه گرفته، ورق برگشته، دنیا عوض شده. احمد ننه جیگرکی شده آقای کبیر امیر پلنگ کارگرش. من فکر میکنم بهتر باشه از زندگی تو برم بیرون امیر. واسه چی؟ احمد تو رو به خاطر من از کارخونه بیرون کرده. اون صبح اومده بود اینجا پیش تو. آره میخواست که من از تو دست بکشم و باهاش عروسی کنم. تو چی بهش گفتی؟ گفتم یه موی تو رو با تمام دنیا عوض نمی کنم. گفتم بهتره ما رو به حال خودمون بذاره و جاه و جلالش رو به راهمون نکشه. دلم رو زنده کردی آسیه. کسی که تو زندگی پیش افتاده منم نه. بهت قول میدم همه چی درست شه، خودم رو با آب آتیش میزنم، روز و شب کار میکنم، زحمت میکشم تا بتونم زندگیمو بچرخونم، با هم عروسی میکنیم، بچه دار میشیم. راستی بچه همون به کاسقا چی بگم؟ نمیدونم، هیچ فکرشو نکردم. کاسقا، دوست داری بچه های ما چی صداد کنم؟ والا فکر میکنم بگوین امو خره بهتر باشه. دخ نگه کاسقا، بالاخره کار پیدا میکنیم و خورد خورد طلبتو میدی انشالله. ولی من چشم من آب نمیخوره دور من. حالا بگو ببینم چقدر پول داری. باز داره منو خر میکنه. والا به خدا کفگیر با تای دیک خورده. داره نداره پوت جیب بنده بیسی یه دنه دوتا دوتا دورمانیه. کلک نزن، موجودی بانک چقدره؟ موجودی بانکم والا چیز نقابلیست. ملاحظه بفرمایید به چشم خودتم ببینید که نگو دروغ میگه. نگاه کن دو تا 300 تومانی در دو تا بانک گذاشتم، اونم به خاطر جایزه ای که به بنده حسابات بکنه. بهتر از هیچیه. چرا؟ پاشو بریم همش از بانک بگیریم. 300 تومنشو بیار بذار پیش آسیه واسه خرج خونه، بقیه‌اش هم جیبت باشه تا یه کاری پیدا بکنیم. فاتح. وقتی پولدار شدم خودم به جایزه میدم. بی خیالش کتاقا. خدا حافظ. راه بیا اومدم. خب دیگه ما رفتیم. خدا حافظ. دو تا دوست آشنا دارم، میخوام برم پیششون یه کاری واسم جور بکنن. پس
زود برگردی ها؟ باشه عیز دلم، تو هم نمیخواد قصه بخوری. بهت قول میدم تا چند روز دیگه همه چی درست شد. من تا وقتی تو رو دارم قصه یه هیچ چی رو نمیخورم. آخ قرمون تو برم برم. خدا حافظ. اونجا سلامت. امیر جان میگم بهتر نیست 300 تومن بگیریم 300 شم بذاریم به حساب، شاید جایزه به کله ما حسابات کنید واسه ما خوب شد. کاس آقا همشو بگی بهش احتیاج داریم. همچه دستور میدیم میسین که با جیب و بنده حساب جاری دارد. باز یه روز بالاخره تلافه میکنم. ببینیم متحریف تو به پار سر کوچه مراقب باش کسی نیاد. بیبریم. خیلی خوب. سلام پارسال دوست امسال آشنا، تو این چند روز خیلی دنبالت گشتم، تمام شهر رو زیر رو کردم تا گیر تا بادم. از من چی میخوای؟ بهت که گفته بودم اگه نارو بزنید بد میبینی. صادق خان دست از سر من بردار، بذار سر و سامون بگیرم. آخه من که به شما بد نکردم. بد نکردی؟ نه داری چنون کلاهی سر من گذاشتی که هیچ کلاهبرداری نمیتونه ورش داره. بد کردم که دستی به سر و گوشت نکشیدم تا روز کم بشه، اما هنوزم دیر نشده، همین حالا این کارو میکنم. گفت اینجا نکست آقا من یه خیال کردم من یه خوابشو ببینیم زنده اون بدر تو در میارم من شده من دیگه برم یک نو یک ده به صفرش ده ما برزیش به یه گولی به شهر دون چه خبر اینجا؟ یه واش ره گامیش تا ویله را عوضی گرفتی یه با تو اما که اونجا زیاد شده رم میکنی؟ بریم از آرسه چه خبر شده؟ اینا دوز بودن یا ساریخ؟ نکنه تلجوارات من زدن؟ خدای خودت رم کن بالو این در چرا بازه؟ آسیه؟ آسیه؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چه خبر آخه؟ چرا جواب نمیدی؟ آسیه؟ منم کاس آقا آسیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آسیه؟ من آمدم چی شده آخه؟ من شو آسیه؟ امیر برای تو پول فرستادم. آسیه حالا چطوری؟ امیر جونم تو کجایی؟ من همینجا پیش تو. واسه چه چراغا رو خاموش کردی؟ چراغا رو؟ چراغا روشنه. پس چرا اینقدر تاریکه؟ چرا هیچی پیدا نیست؟ من کجا؟ ای امان بپر دکتر خبر کن. امیر تو چرا صدات میاد اما خودت پیدات نیست؟ بگم الان پیدا میشه. چرا چشمام اینقدر سنگینی میکنه؟ چرا پلکام از هم باز نمیشه؟ چشمات که بازه. پس چرا تو رو نمیبینم؟ چرا همه جا تاریکه؟ امیر نکنه. این چه حرفیه که میزنی آسیه؟ صبر کن الان دکتر میاد. آی دکتر ببینم چیکار کردی با مریض ما. تو بره چی شده؟ دستم بدون بره. دکتر میگه هیچ چرا نمیبینه. شما بره کنار بره کنار. چی شده؟ من جایی رو نمیبینم. ناراحت نباشونم چیز مهمی نیست. چیزی حس میکنی؟ مثلا چی دکتر؟ نور. نه دکتر نه. کور شدم دکتر. چرا حرف نمیزنی؟ چرا جوابمو نمیدی؟
دکتر امیر امیر سلام بفرمی مریضتون رو مرخص کردم تا چند دقیقه دیگه میتونین ببرینش. هیچ امیدی هست که چشماش خوب بشه دکتر؟ البته چشم پزشکای خوبی در بیمارستانای مجهز هستن که میتونن عملش کنن، ولی معمولا اینطور عملها مخارج قابل ملاحظه‌ای داره. فکر میکنین چقدر لازم باشه؟ دقیقا نمیشه گفت، حدود 30,000 تومان. 30,000 تومان؟ بله تقریبا. اگه موفق شدید فراهم کنید من برای راهنمایی حاضر هستم. ای دکتر نفسش از جای گرم در میاد، ما این پول از کجا فراهم بکنیم آخه؟ حق با توه، ولی چاره ای نیست، باید فراهم کنیم والا یه دق میکنه. خب دیگه من میرم، یادت باشه فروش هر شب بذاری به حساب. باشه خانم، به صادق خان بگید خیالشون تخت باشه، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. خدا خیلی خوش اومدیم. پاشو لنگو جمع کن. مثل این که قلام تویی. درسته مدیر اینجام، چی کار داری؟ اومدم سراغ اون ارباب نامردت، گفتن تو میدونی کجاست. خلاف برزتون رسوندن پهلوون، کسی از اون خبری نداره. تو هم اگه زورت زیادی کرده بهتره بری میدون مال فروشا، اینجا واسه گرون تموم میشه. خیلی خوب، فقط یادت باشه خودت خواستی. نفهمیدم. حالا میفهمی. درگو کجاست؟ بسه دیگه. میگم جون بکن رفته سفر. کجا؟ جاشو نگفته، باور کن جاشو نگفته، فقط میدونم بیرون از شهره. تو چی مامی؟ هم نمیدونی؟ نه چیزی بهم نگفته. اگه به پستت خورد و دیدیش این پیغمو منو بهش برسون. چی بگم؟ بگو امیر فلنگ گفت بالاخره به چنگم میافتی. من صبرم زیاده، صبر میکنم تا آفتابی بشی، اون وقت دمار از روزگار در میارم. لب و لوچتو پاک کن، فرش کثیف نشه، هرچه امال ارباب نامردته. والا بنده که دیگه از پا افتادم، با جان جناب علی دیگه نه نهر خوردنم ندارم. بگو غذر بیارن همینجا بخوریم. آخ با تو کس آقا، منم دارم ناامید میشم. دشمن جناب علی ناامید باشد امیر جان، با جهنم کسی پیدا نشود. 30,000 تومان ناقابل به ما قرض بده. جوانیم، جاهلیم، زور و بازو داریم، کار میکنیم، بعد هوا میخوریم تا پولهای ما برسد. با 30,000 تومان قول منه تو برم. چی داری میگی؟ من تو اگه تا آخر عمر اونم جون بکنی مشکل بتونیم 10,000 تومان پس انداز بکنی. چه برسه به 30,000 تومان. امیر کس آقا؟ جان کس آقا شمایی؟ ها؟ آره آسیه مایی. چرا نمیای این تو؟ والا اینجا آب و هواش بهتره، یه قدر روشنترم. ها واسه من طوری که روشنایی فرق نمی کنی، ولی واسه شما که فرق میکنی. بمیرم الهی. مغطه باش یا خدا. آسیه آسیه این شانس آنی آسیه که دیر رسید اونم دست بالا شکستم. بوری نشده که اگرم طوری میشدم چه فرقی میکرد؟ دیگه زنده موندم برای من چه فایده داره؟ کاش میمردم از این بدبختی یه جور پیدا میکردم. بسته دیگه آسیه، حالا طوری نشده که تو خوب میشی. امیر من دیگه به درد تو نمیخورم، ببر منو تحویل اونجای بده که از کورا نگهداری میکنن. تو سالمی، پاسوز من نشو، برو از زندگیت لذت ببر. زندگی شما رو هم بیریخت کرد. بابا تو رو به خدا این حرف نزن، مگه ما گدا گوشنه چی داریم؟ فکر نمی کردم دیگه این طرف ها پیدات بشه. خودم هم فکر نمی کردم، اما دنیا مثل سکه دورو داره، هیچکی نمی دونه شیر میشینه زمین یا خلف.
به چیزی احتیاج پیدا کردی؟ من نه. خودت خوب میدونی اگه امیر پلنگ کاسه جدایی دست بگیره و از درد ناعلاجی سینه کش آفتاب درازش کنن، سراغ هیچکی نمیره، چه برسه به تو. اما چه کنم؟ چه کنم که نمیتونم ببینم آسیه مثل شمع پیش چشمم بسوزه تا تموم بشه؟ آره، کور شده. کور شده؟ اولش منم باورم نمیشد، ولی خب اتفاقیه که افتاده. به هر دری زدم، پیش هر کس و ناکسی رو انداختم، اما نشد که نشد. نشد که پول جور کنم. دکتر میگفت نباز زیاد این دست اون دست بشه، باید زود عملش کنن. حالا کجاست؟ خونه کاس آقا پیششه. و حالا اومدی اینجا که از من پول بگیری؟ نه، اومدم ترتیبی بدی تا چشمای اون عمل کنم. خوبه، خوبه. چرا فکر کردی من این کارو میکنم؟ آخه ناسلامتی، یه موقع میگفتی دوستش داری. دنیا دنیای معامله است، باید بدونم چی در عوض گیر من میاد. من اگه چیزی داشتم اینجا نمیومدم، تو اینو خودت خوب میدونی. نه، اینطورم که تو میگی نیست. تو چیزی داری که من با همه پول و ثروتم نتونستم به دست بیارمش. حاضرم مالجش کنم، ولی به یک شرط. باشه احمد، قبول میکنم. قسم بخور. قول مرد با قسمش یکیه. سلام عرض کردم قربان. سلام. خیلی خوش آمدین. حال شما؟ سلام. آسیه چطوره؟ بابا بیشتر از غصه دیغ میکنه. آخه مجبوری مگه این کلکه رو بون بزنی قربان؟ چاره ای نیست کساقا، باید چشمای آسیه خوب بشه. من که از خدا میخوام. منم آسیه. احمد آقا؟ آره، خودم. خیال کردم امیره. سلام آسیه، بهت که گفتم یه روزی به حرف من میرسی، و حالا اون روده. دیدی امیر عاطفه نداره؟ دیدی لایق عشق تو نیست؟ دیدی همون وقتی که به وجودش احتیاج داشتی بهت پشت کرد؟ کی به شما خبر داد؟ بنده خانم جان. لازم نبود واسه از سر با کردن من دست به دامن این و اون بشی کساقا. آخه من گی کاری از دست من ساخته نبود خانم جان. باید فکرشو میکردم که مزاحم تو هم. خیلی خوب باشه، از خونت میرم کاساقا. اشتباه میکنی بو خود هستی خانم. به من دروغ نگو، من دارم بوی امیر رو حس میکنم. نه خانم جان، اشتباه میکنی بو خود، امیر اینجا نیست. چرا نمیخوای حقیقت رو قبول کنی آسیه؟ امیر به تو پشت کرده و رفته. بیا بریم، من تو یکی از مجهزترین بیمارستان ها برات اتاق رزرو کردم. ترتیبی دادم که یه تیم مجهز از بهترین چشم پزشکای مملکت چشماتو عمل کنن. فایدهش چیه؟ چشم من خوب بشه، اما دیگه هیچ وقت تو چشمای امیر نیفتی. تو چشمای امیر غیر از برق خیانت و دورنگی چیزی پیدا نمیشه. امیر اگه تو رو دوست داشت میونه این ظلمت و تاریکی تنهاد نمیذاشت. بیا بریم آسیه، به خاطر امیر خودتو از تماشای دنیای به این قشنگی محروم نکن.
حالا چشمتون آروم باز کنید، خیلی آروم. چی حس میکنید؟ انگار دارم میبینم. آره میبینم، خوب میبینم، همه چی رو میبینم، شما رو، در و دیوارا رو، پنجره ها رو. ممنونم بخیر، ممنونم. خوشحالم بازی، خیلی خوشحالم. از همتون ممنونم. امیر کجاست؟ توصیه من اینه که دست کم تا دو هفته دیگه کمتر چشمتون رو خسته کنید. چشم آقای دکتر. متشکرم. خیلی متشکرم دکتر، بی نهایت متشکرم. احمد، چی شد؟ چی شد احمد؟ خوب شد، دیگه میبینه. میبینه؟ بله. کجا؟ میخوام ببینمش. ممکن نیست، نه حالا، نه هیچ وقت دیگه. احمد، یه نظر من باید اونو ببینم. تو به من گول داری، یادت رفته؟ خدا حافظ امی. خدا حافظ آقای کبیر. امی، ممکنه لازم باشه یه بار دیگه هم دیگر رو ببینیم. برای چی؟ امیدوارم پیش نیا، ولی اگه ناچار شدم بایستی هر کاری که میگم انجام بدی، این جزئی از قرارمونه. از این طرف، از این طرف. سلام خانم، خیلی خوش اومدیم. بفرمایید. اجازه بدید. بفرمایید. چه خونه ای با شکوهی دیم؟ متعلق به خودتونه. ممنونم احمد. خیال نکن بلوف میزنم. تو فقط چند روز من مهلت بده تا این خونه رو با تمام ثروت و سرمایه‌ام به اسم تو بکنم. آخه برای چی؟ خودت خوب میدونی که من چقدر به تو علاقه دارم. باور کن آسی، حتی نفسی که میکشم به این امیده که روزی تو رو به دست بیارم. هر چی دارم برای تو میخوام و بدون تو مثل ماهی هستم که میونه یه تنگ طلا از بیابی داره تلف میشه. منم بدون امیر درست همین حاله دارم. بهت که گفتم جدا شدن از اون برای من امکان پذیر نیست. اگه منو دوست داری بگو امیر کجاست. برای من عجیبه که تو نمیخوای واقعیت رو قبول کنی. ببین، امیر راش تو زندگی انتخاب کرده، اون میخواد از زندگیش لذت ببره و هر دمی رو با کسی بگذرونه. برای همینم از فرصتی که تو کور شدی استفاده کرد و با پولی که از من گرفت به سراغ زندگی دلخواهش رفت. من این حرف رو باور نمیکنم احمد آقا. حق داری، تو که نمیدونی وقتی پای پول وسط میاد آدم ها چجوری رنگ عوض میکنن. اون فرشته که منو تو به اسم امیر میشناختیم همینه که تو رو به من فروخ. چشمش که به پول افتاد دیب شد، باور کن آسیه. ولی من باید پیداش کنم و باهاش حرف بزنم. حرف زدن تنهام قانم نمیکنه. پاری وقتا دل آدم با زبونش یکی نیست. باید با اون روبرو بشم و راز دلشو از نگاهش بخونم. بسیار خوب، حالا که اصرار داری تو رو میبرم پیشش تا با چشمای خودت واقعیت رو ببینی. آی کبیر آمد، آی کبیر اینه نیچی گرکی اومدن. یالا بزنی میرم. چی بزنی؟ همونی که تمرین کردی. یک دو یک دو. برمیشه سرچه بکاش.
بودم چشمم بودم خواهم چرا این فرد کج و راز میده بیمرفت هر جا دلش خواست میده عشقم کشیده اینجوری باشم خوبه که آدم عشقی باشه داشم بلبل جوان و دقو بیانه بودی دوز زمکو استخانه نیست آسیه تقصیر این روزگار را کرداره کور شدن تو منو از خواب غفلت بیدار کرد دیدم وضو خیلی خیس و فیسه نصف عمرم به بتالت گذشته دیر به جنبم نصف دیگرش هم میگذره و عزرائیل این اون مهمون ناخونده سراغم میاد خودم پرسیدم چه کنم که حسرت به دل خیلی چیزا نمونم دلم جوابمو داد بزن بر تبل بیاری فینوتین منم بهم گفت تو اون 5 سالی که در به در دنبالت میگشتم و روز و شب عشق میریختم و اسمت ورد زبونم شده بود ولی من به حرف دلم گوش نکردم چشم برات نشستم تا پیدات بشی به این امید که روزی دستت مثل یه مرد زیر سرم باشه و تا لب برهامین باشی اما حالا میفهمم که اشتباه کردم حق با توی امیر روزگار پسته و تو پسته دیگه بازی تموم شد برو نه مچکی چرا سوار نمیشی؟ راه ما از هم جداست برای چی؟
کجا میخوای بری؟ به جایی که از گذشته و دنیایی که میشناختم اصلا نباشه. نه، تو نباید این کارو بکنی. گوش کن آسیه، خودت خوب میدونی که من چرا تو رو دوست دارم. حتی به خاطر سعادت تو حاضرم جونم رو فدا کنم. با من عروسی کن، بهت قول میدم که خوشبخت بشی. نه احمد آقا، زمونه عوض شده، دنیا دنیای دیگه ای. امیر حق داره، باید از زندگی لذت برد و دمی رو به خوشی گذارد. منم به همون راهی میرم که امیر رفت. میزنم به سیم آخر و لجن میشم که بوگندش دنیا رو برداره. آسیه اینطوری بهتری، تو هم برو به زندگیت برس. آسیه خدا حافظ. به یاد آوری مدام با قلب این زمونه سلامی و سلام سلامی و هر روز
حجم داشتن خون کرده هم هرچی تو کند داشتن دارو ندارم و به هر راج گذاشتم خون کرده هم هرچی تو کند داشتن دوباره برای دست میزنن و ابراز احساسات میکنن مثل اینکه خیلی خوشحالی. نه خیلی بیغمم. از اولم میدونستم که بر میگردی. کافه آدمو مثل کفتر جلد میکنه، هر کی آلودش بشه دیگه رو هیچ بومی نمیتونه بشینه. راست میگی، حق با توه. حالا دیگه نوبت ارزندم ماست، بعد میبینمت. باید دستمالش رو جمع کنم. اینه میخوای بگی هوایی دو کف کنم بشه؟ نه ردش میکنم. از شما بهتره. سلامتی آسیه. نه یه از اینجا بریم. آسیه گفتم راحت هم بزر رو راتو بکش برو. کی عزیزم؟ مزاهم این مرد تو پیشم در بیشم بچیست. گوش کن ببین چی میگم. به زبون خوش راتو بگی برو و الا میگم با خفا تو کاری بیرونت کنم. تو میدونی افتخار حرف زدن با چه شخصیتی رو پیدا کردی؟ خیلی سلامتی به خرجش نمیره. قرام بله قربون. کاری نکن که به یه چشم هم زدم تمام دار و ندارات بخرم و از اینجا پرتت کنم بیرون. شنیدی که آقا میخواد من از اینجا پرت کنه بیرون؟ آقا آقا چایده بیباره بیرون میدیم. بره بیرون 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 تو بیشو میدم پدر پدر بیارم. بله پر احمق بیشو بله کن طرف مثل که خیلی فداییه. باش سر و سری داشتی؟ بی خیالش فخته گوشا. چی شده؟ این نسلاتو دیگه تو راش نمیدیم. بیبریم تو کاساقا. جان کاساقا ما داریم با آخر خط میرسیم، باید از هم جدا بشیم. من هیچ تو این شهر نمیتونم بمونم. هر جا که چشم میندازم آسیه رو میبینم. یاد اون داره دیوونه هم میکنه کاساقا. من باید از اینجا برم. خب به هر کجا که بری آسمان همین رنگ است. تو باید آسیه رو فراموش بکنی، نه اینکه علاقم بلخن این شهر اون شهر بشی. چی میگی کاساقا؟ تو چه میدونی من چی میکشم؟ یادمه بابام میگفت آدم از وقتی که رو خشت میفته سرنوشتش تو پیشونش نوشته شده. حالا میفهمم که راست میگفت. سرنوشت ما هم این بوده. میدونی کاساقا فکریم که اگه تو رو نداشتم چی میشد؟ ها
حالا که داری چرا میخوای ولش کنی ها؟ نه نمیخوام ولت کنم، میخوام ازت دور بشم، میخوام انقدر ازت فاصله بگیرم که پر بدبختی هم نتونن به پرت بگیرن و زندگی تو بیریخ کنن. میخوام از این به بعد دردم و تو دلم بریزم و عذابش خودم تنها تحمل کنم. من تو رو خیلی اذیت کردم کاساقا، این رسم مردونگی نیست. تو اگه از من ثواب بشی من اذیت کردی همین. من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم، من به تو عادت کردم، هر کجا بری من با تو میام به خودم. ای رفیق خوبم. چی میتونه باشه؟ شاید صابخانه است، برای کرای خانه آمد. این موقع شب؟ بدبخت گده خره دیگه، تو که اینه میشناسی. آمدم ده بی پدر، اینگر سر آورده خانه خره، بالا میام. بی پدر اینگر زاو آورده برای من. سلام کاساقا. سلام آی کبیر، بفرمایید قربان. امیر هست؟ بله قربان تو برم هستن، بفرما. چارجی سلام امی. اومدی واسه عروسی دعوتم کنی؟ نه امی، خیلی تلاش کردم بلکه آسیه راضی بشه با من عروسی کنه اما نشد. اونطوره دوستم، من شکست خوردم. حالا آسیه کجاست؟ به خاطر لجبازی با تو برگشت کافه. کافه؟ کدوم کافه؟ همون جایی که قبلا کار میکرد، پیش ساده. آره امی، این طور به من نگاه نکن امی. اگه آسیه رو از تو جدا کردم برای این بود که دوستش داشتم، خواستم شریک زندگی بشه، نه اینکه شبشو با صاحب کافه صبح کنه و صبحشو با یکی دیگه به شب برسونه. داره کارش به اینجا ها میکشه. حالا از من چی میخوای؟ میخوام که بیای جلوشو بگیر و نذاره تو من جواب بیفته. مگه نه اینکه پولتو به رخ من میکشیدی و میگفتی خوشبختش میکنی؟ مگه نه اینکه میگفتی دنیا رو براش میخری و سعادتمندش میکنی؟ بس چی شد؟ گفتم ولی نشد. من اشتباه میکردم امی. حالا میفهمم تنها چیزی رو که با پول نمیشه خرید عشق. من اونو دوست دارم اینقدر زیاد که به خاطرش حاضرم ازش دست بکشم. اینو قبول کن، تو باید برگردی امی، باید جلوشو بگیری. پس قرارمون چی میشه؟ دیگه قراری وجود نداره، من باختم. خسته نباشی خانم. قربون تو. شب به شب سواره برسیم، صبح بذاریم باشه. باشه قربون. یادت نره. باشه حاضرم بیبریم. الان خوشکلم مستانه رو ردش کردیم؟ بله قربون، خیالتون راحت باشه. این چند شبی که من نیستم خیلی مواظب باش، ممکنه اتفاقاتی بیفته. اطاعت قربون. خیلی سفری شدی، بزن بریم. برو بریم. الان فصل شماره کنار دریا، مخصوصا شبا خیلی میچسته. امیر تو وایس کنار، من اجازه نمیدم تو زندگی من دخالت کنی. باید من مثل کنه کسبیده بینه. نامرد روزگار، وقتی مثل پیر زن تو هفت سوله خواهیت قایم کرده بودی یه پیغمی واسد دادم، بهش رسوندی؟ آره رسونده. حالا میخوام به وعدم عمل کنم. باره میزنی؟ زن اسرائیل تمد نمردی؟ واه بیا.
گیرش اومدم. صندلی رو بی بطه آسیه، سب کن آسیه، خواهش میکنم سب کن همین، کپا میخواستم حقیقت رو واسه بگم. چه حقیقتی؟ هرچی در باره امیر بهت گفتم دروغ بوده. صبر کن جوازت هم صادر کنم. نامر احشاد تو بگو. امیر، امیر بس دیگه امیر، تو کاری نداشته باش آسیه، با جیگره تو بر میارم. امیر نمیذارم واسه خودت درد سر درست کنی، من دیگه نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. آسیه راست میگه امیر جان، جنازه رو گیر نمیشه جیگرش در آورد، جنازه رو بده دست مرده شورخانه با چپردش زیر خاک راحت اسوده. الان ترتیبش میدم نفس گیر میاره. او چطور حالا زیر علم اون نامرد سینه میزنه؟ کور شده بودم، قیافه حقیقی تو رو نمیدیدم. باید از احمد آقا ممنون باشم که به موقع رسید و همه چیزو واسه من گفت. من تو رو دوست دارم امیر، باور کن. بیا اینجا بریم، خیلی کارا دارم که باید انجام بشه. بیاین بریم. آهای آسیه، این که واسه من نجوشه، میخوام 70 سال سیاسر سگ بجوشه. بگیرش آسیه، روش و نگردار، نظر ازش اون بره. چیکار میخوای بکنی؟ به عذاب بشونم. بندازش، بیارم کن همین که. حالا دیگه این نامرد بسپر دست پولیس، پولیس خودش دانه دو این کاسیلیس. آسی به همون چشمای سیاد که حسرتی یه نگاه محبت آمیز به دلم گذاشتن، قسم حالا که برم نفسای آخرمو میکشم میفهمم از دست دادن جون به اندازه از دست دادن تو برام مهم نیست. احمد این حرفا چیه میزنی؟ یادت بهت گفتم تمام ثروتمو به اسم تو میکنم؟ به قولم وفا کردم آسیه، اسنادش پیش مباشرمه، هر چی هست و نیست مال تو و تو هم مال امی. شما خوب میشین؟ من مطمئن. دیگه مهم نیست آسیه، سردمه، شیشاره ببندی. بس هست احمد، میخوام به من قول بدی آسیه، اگه مردم اسم اولین پسرتونو که به دنیا آمد بذارین احمد. تو خوب میشی احمد، ما همه با هم زندگی میکنیم. چرا انقدر سردمه؟ بعد چرا نمیرسی؟ چی شد؟ خوب میشه آسیه، به هوش اومده. خدا رو شکر. خب بفرما سوار شو، وقت تلف نکن جناب. این کلا چه سر گوشی کاساقا؟ از امروز بنده راننده جناب علی هستم. آخه ناسلامتی خانم پولدار شدن، جناب علی هم سلامتی شوهر ایشانی دیگه. ور من بفرما. خدا یه عقلی به تو بده، یه کامیون سیناسم به ما برو بالا. با شرطی که بدهی بنده رو بپردازم. برو بالا میپردازم. بابا من رانندم، باید پشت فرمان باشم. منو چرا عقب مینشانی؟ Thank you.